تقی ایرانی در تاریخ معاصر ایران بیشتر به عنوان روشنفکری شناخته می شود که افکار مارکسیستی داشت و تلاش می کرد این افکار را در ایران منتشر کند. مبارزی که حکومت رضا شاه او را به همراه 52 تن دیگر از یارانش به زندان انداخت و در زندان درگذشت. اما یونس جلالی، استادیار سابق در دانشگاه استنفورد امریکا و مهمان من در این برنامه، در کتابی که اخیراً به زبان انگلیسی منتشر کرده نگاهی وسیع‌تر به زندگی ایرانی دارد و او را دانشمندی معرفی می‌کند، سرشناس و مشهور با دانشمندان پرآوازه آلمان در بین دو جنگ. دانشمندی که افکار سیاسی و فلسفی او در کنار احاطه‌اش به علوم پایه، روانشناسی و شرق‌شناسی از او دانشمندی همه‌فن حریف ساخته بود. آقای یونس جلالی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی متشکرم از دعوتتون. شما آقای جلالی مهندس هستید و بیشتر سالهای عمر کاری و حرفه‌ایتون رو در صنایع نفت و در کشورهای مختلف سپری کردید. چطور شد که به فکر نوشتن این کتاب تحقیقی درباره ایرانی افتادید؟ بله، من حدود 14 سالم بودش که از ایران اومدم، یعنی 3-4 سال قبل از انقلاب، و بعد خارج از کشور یک جریانی بود به اسم کنفدراسیون که اینها خیلی خوب نشریات مختلفی چاپ می‌کردن که در ایران موجود نبود، و اونجا من برای اولین بار در سنین کم واقعا با نوشته‌های ایشون یه مقدار آشنا شدم. و خب بعد دیگه انقلاب شد و ما برگشتیم ایران، یه مقدار فقط به عنوان مشاهده ببینیم چه خبر، و بچه‌ام بعد از 6 ماه برگشتیم امریکا. و یه مقداری برای من این شخصیت ایشون خیلی جذاب بود و فکر می‌کردم که یه مطالعه جدی درباره زندگی تقی ایرانی خیلی مسائل هم تاریخی رو نگاه برای ما روشن‌تر بکنه، شفاف کنه، هم این که به اصطلاح یه مقداری به تجزیه و تحلیل مسائل حال و یه مقدار آینده نگری هم کمک بکنه. یعنی تاریخ نگری یک طرف، آینده نگری یه طرف دیگه. و خب این در کارهای فنی و علمی که من در عرض 30 سال اخیر کردم، به هر حال ایشون هم یه عالمی بوده. یعنی واقعا یکی از مسائلی که من با چیزایی که درباره ایشون نوشته شده به اصطلاح داشتم این بودش که فقط در یک بُعد ایشون رو به اصطلاح ارزیابی کرده بودن، در بُعد سیاسی. و اون جنبه به اصطلاح کاری که ایشون در زمینه علمی، علم پایه کرده بودن و در زمینه روانشناسی و شرق‌شناسی و زمینه‌های دیگه که در واقع خیلی در شکلگیری تفکر سیاسی ایشون و عملکرد سیاسی ایشون نقش خیلی بسزایی داشت، اینا همه چیز مونده بود، مسکوت مونده بود. آها. و خب من به خاطر علاقه تلاش کردم که تحقیق بکنم و این کتاب رو بیشتر تو این جنبه ها بنویسید. البته اون وقت این سوال میمونه که شما اون وقت برای کی نوشتید؟ یعنی مخاطبای شما کیا هستن؟ والا در درجه اول برای خودم نوشتم. یعنی من فکر مطمئن بودم که با این کار خودم رشد فکری خوبی خواهم داشت. حالا اینکه کسی دیگه هم بخواد بخونه برای من مطرح نبود واقعا. چون این کار بوده 30 سال پیش شروع شد. درسته. البته من 30 سال روش کار نکردم، ولی خب اون موقع شروع شدش. ولی خب یواش یواش به این نتیجه رسیدم که مثلا بعد از انقلاب و جنگ و به اصطلاح مسائلی که پیش اومد، یک نسل جوونی اومده روی کار که به اصطلاح نسل بعد از انقلابه و خب تاریخ براش مقدار مجهوله، به اضافه کسایی که حالا نسل قبل‌تر بودن یک تصوراتی دارن. من فکر می‌کردم برای تمام اینا شاید مفید باشه. خب ولی قاعدتاً یعنی این طوری که شما صحبت می‌کنید، مخاطبای شما اغلب فارسی زبان هستن. خب برای چی به زبان انگلیسی نوشتین کتاب؟ برای اینکه راستش من کمبودای خودم هم درک می‌کنم. یعنی خیلی دوست داشتم به فارسی بنویسم، ولی خب برای اینکه خب از یک طرفم راستش بخواید یک شخصیتیه که به نظر من حتی توی غرب هم شناخته شده نیست، در حالی که یک شخصیتیه که نسبت به علم زمان خودش کاملا مسلطه و واقعا مطرح میتونه باشه. پس یک جنبه مسئله این بود که به خارجی ها میشون یه مقدار شناخته بشه، و از این مجرا به هر حال من فکر میکردم اگر یک ناشر خوبی پیدا بشه که به اصطلاح چیز آکادمیک داشته باشه، بتونه این هم حتی برای اینکه تو ایران ترجمه بشه، چاپ بشه، به هر حال یک راهی رو باز بکنه. چون اونجا هم علاقه و طلب زیاد هستش تو این مسائل. خب حالا بر اساس اون چیزی که نظراتی که درباره کتاب شما از طرف آدمای بسیار
بارز و برجسته‌ای داده شد از جمله نوم چامسکی و دیگران. خب به نظر میسه که کار درخشانی انجام دادید و به هر حال موفق بودید در کار تحقیقاتتون. گفتین دقیقاً چقدر شما وقت صرف کردین برای این کتاب؟ چون اولین بر اساس اون چیزی که در کتابتون نوشتین اولین تماس های شما در سالهای 1977 78 اون موقع ها بوده که یا 87 87 بله با آقای جمال زاده و دیگران تماس گرفتید؟ بله حدود 30 سال بین زمان جنگ بودش. یعنی بعد از انقلاب جنگ بود، مقدار من احساس می‌کردم یک نوع به اصطلاح یک اتمسفر مقدار سرخوردگی نومیدی یأس توی همه زیاد بودش و من اون موقع دانشجو بودم خودم و به اصطلاح تماس گرفتم با اشخاصی که ایشون رو میشناختم. با 5 نفر تونستم تماس حاصل کنم که سید محمدعلی جمالزاده، بزرگ علوی، انور خامنه‌ای، مهدی آذر و آیرم خان. اینا در مقطع‌های مختلفی هم با زندگیشون آشنایی داشتن که خیلی برای من جالب بودش و اون موقع شروع شد. و بعد یواش یواش خب ایشون یک کسیه که در زمینهای خیلی مختلف رفت و در عرض مدت کوتاه کارهای خیلی جدی کرد و من مصمم بودم که هر جا میره دنبالش برم و خب این زمان خیلی زیادی میخواست، مخصوصا که خب من کار روزانه‌ام هم داشتم. شما عنوان کتابتون از تقی ایرانی، البته این ترجمه‌ای که من از کتاب شما کردم ممکن اینطور موقعی که ترجمه میشه یه عنوان دیگه پیدا کنه، ولی من ترجمه کردم به تقی ایرانی، علامه‌ای در بین دو جنگ در برلین. و برای نشون دادن علامش هم شما یک به اصطلاح اضافه کردید به عنوان اصلی و عنوان فرعی به نام علوم پایه، روانشناسی، شرق‌شناسی و فلسفه سیاسی. حالا چرا اسم پولیمات یا همون علامه گذاشتین براش؟ خب برای اینکه واقعا آدم همه فن حریفی بودش. میدونید یعنی من فکر می‌کنم به هر حال خب مسلما یه نبوغی داشته که این بیشک چون در سن خیلی کم تونست کارهای خیلی جدی بکنه و بعد به اضافه اینکه اون شرایط تاریخی که اون در اون بود، یعنی اواخر قاجار و مثلا شکل‌گیری پهلوی یا مثلا در اروپا دوره بین دو جنگ که مثلا یه دموکراسی وایمار که اینقدر شکوفایی داره تبدیل به آلمان نازی میشه، تمام ایران رو به اصطلاح مشاهده کرده بود با چشمای خودش، یعنی اونجا بودش. و این یه مقداری من فکر می‌کنم کوششش همیشه، فکر اصلیش من فکر می‌کنم این بودش که ایران رو به اصطلاح به جهت تجدد و مدرنیسم ببره. منتها مدرنیسم در به اصطلاح فکر اون از پایین شروع میشه، یعنی ما باید اول به دانش و تکنولوژی و فن و صنعت و اون چیزی که اقتصاد مدرن رو شکل میده مسلط بشیم، چیره بشیم و خب بر اساس این به طرف میتونیم شکل‌های به اصطلاح اجتماعی، سیاسی، دموکراتیک و غیره اینها هم برسیم. و یک چنین دیدی داشتش، بنابراین اینها مسئله جدایی نبود برای اون. یعنی این که مثلا میره 1000 صفحه مثلا راجع به فیزیک و مثلا 150 صفحه فیزیک مدرن، تئوری اتم، کوانت، فرضیه نسبی، فرضیه درباره کیهان شناسی اینها، یا مثلا توی شیمی یا توی زیست شناسی یا توی روان شناسی، اینها همه داره این یک سلسله یک اینا به هم متصله. یعنی به قول خودش میگه ذهن در علوم تجربی و طبیعی میخواد طبیعت رو درک بکنه، در علوم روانشناسی میخواد خودش رو درک بکنه و این زیرپایه علوم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و غیره. حالا شما ایرانی هم طور که گفتید در دورانی که از نظر علمی و فرهنگی دوران درخشانی بود، یعنی بین دو جنگ در زمان در دوران وایمار در آلمان، و شما فصل بزرگی از کتابتون رو اختصاص دادین به اون زمان و توضیح میدین که در واقع فضای فرهنگی و علمی اون زمان آلمان چی بود، که و به هر حال به این نتیجه رسید که ایرانی هم در اون خیلی درگیر بود. یعنی درگیر به چه معنا؟ یعنی تا چند اندازه درگیر بود؟ ببینید خب مثلا ایرانی خیلی جالبه، یعنی آدمیه که من فکر می‌کنم نسبت به تفکر خودش و اون دانش خودش خیلی مطمئنه، می‌دونین، ولی خب نمیادم زیاد شیپور بزنه که مثلا من فرض کنید تو کلاس اینشتین بودم، یه کلاس پلانک بودم، یه کلاس نرنس بودم، که اینا آدمای خیلی اسمای بزرگن، ولی وقتی تز دکتراشو نگاه میکنیم پشت صفحش میبینیم استاداش کی بودن، سر کلاس کی رفته، تمام این اسما هستش، 18 تا اسم به اضافه معلمای راهنماش 20 تا، که واقعا حداقل نصف اینا آدمای خیلی بزرگ هستن. بنابراین اینطوری طبیعتا تو اون فضا این آدما رو میدید و چون خیلی کنجکاو بود فقط بسنده نمی‌کرد به اون چیزی که تو کلاس بود، خودش خیلی مطالعه می‌کرد و خیلی هم دوست داشت این رو ببره به ایران. یعنی خیلی واضحه که وقتی که خیلی زود مثلا سه جلد کتاب
دو جلد کتاب فیزیک و یه سری مقالات که میتونیم بگیم انگار جلد سومی فیزیک، اینا 1000 صفحه است. مسلما همون موقعی که دانشجو بوده همون موقع هم آماده میکرده به اصطلاح این کتابای درسی، البته که اینجور مسائل نبودش در ایران، علم جدید نبود، علمی که به اصطلاح با صنعت رابطه داشته باشه نبود. ذهنیت اون به اصطلاح فوکس اون ایران بوده، یعنی اون ارمغانی بگیره از اینجا ببره اونجا، با این تفاوت که تقلید رو قبول نداره، اقتباس رو قبول داره. یعنی میگه که مثلا درست مخالف تقی‌زاده، مثلا تقی‌زاده بعد جنگ اول میگه مثلا ایران باید مثلا کپی کنه غرب رو، روحاً و جسماً، آره باطناً و ظاهراً. این اینو قبول نداره به خاطر اینکه میگه خب آقا جنگ بین‌الملل شد 20 میلیون نفر کشته شدن و حالا دوباره جنگ دیگه داره میشه که بعداً معلوم شد 80 میلیون اونجا، چجوری میتونه این تمدنی که 100 میلیون نفر آدمم تو به باد میده ما فقط بیایم تقلید بکنیم ازش؟ نمیشه. باید اقتباس بکنیم، باید علمش و تکنولوژیش اینا رو یاد بگیریم، ولی ببینیم که اینجا هم اشکال اجتماعی داره و اون رو ما دوچارش نشیم، و مخصوصا سر مسئله توزیع ثروت، یعنی تولید ثروت یه طرف، توزیع ثروت یه طرف دیگه، یه جوری باشه عادلانه باشه که جامعه از هم نپاشه. و این جور چیزها رو به اصطلاح در ذهنیتش بود تو آلمان، که منجر به زندگیش بعد از آلمان برگشتش به ایران شد که زندگی داره. حالا ایرانی 10 سالش بود که از تبریز با خانوادهش به تهران رفتن، 6 سال در دارالعلوم درس خوند و 2 سال هم مدرسه طب رفت و 20 سالش بود که رفت آلمان. آیا توی این تحقیقات شما احیاناً به مواردی برخوردید که نشون بده تا چه حد در اون دورانی که در دارالعلوم بود قبل از سفرش به آلمان تا چه اندازه نسبت به مسائل سیاسی آگاه بود و احیانا فعال بود؟ بله بله بله، این سال خیلی سال خوبی. 10 سال به اضافه 2 سالم مدرسه ابتدایی در تهران، به اضافه 6 سال دارالعلوم، به اضافه 2 سال طب، که باز 10 سال دوم که میشه 20 سال. درست. بله. ببینید شعرهایی هستش، 3 تا شعر هستش که حتی 2 تاش فقط مونده، یکیش راجع به اسم مادر میهن هستش، یکی هم درباره تخت جمشید هست، یکی هم درباره رسول اکرم، چون اینا به اصطلاح پدر بزرگ مادریش به اصطلاح مجتهد بوده و جدش هم مجتهد بوده، یعنی اینا تعلیمات دینی هم داشته، از بچگی قرآن و عربی رو از اونجا یاد گرفته بوده. بنابراین توی این شعرها خیلی واضحه که به اصطلاح خیلی احساسات میهن پرستانه داشته. میدونین درست بعد از جنگ اول، خب به هر حال میدونیم روسیه، که روسیه و انگلیس که به هر حال خیلی نفوذ زیاد روی ایران داشتن، روسیه یه مقداری اوج شد از گود به خاطر اینکه جنگ داخلی داشت، انقلاب شد، جنگ داخلی داشت، مسائل خودشون رو داشتن، و خب این یک به اصطلاح موقعیتی بود برای انگلیس که بخواد بیشتر تسلط پیدا بکنه روی ایران، مثلا لرد کرزن که مثلا سر ادوارد گری اینجور چیز رو نداشت، و خب اون قرارداد 1919 وثوق الدوله که خواستن برای تحت الحمایه بشه ایران و اینها، و این خیلی به اصطلاح احساساتش شورش خیابانی شیخ محمد خیابانی در بله بله. خب این متاثر بود، این که چقدر در اون حداقل در شعرش می‌بینیم این که چقدر واقعا فعالیت سیاسی داشته. دکتر مهدی آذر که هم مدرسه دارالعلوم نشون میده، میگه نه، دید انتقادی نسبت به مدرسه، مدیریت مدرسه اینها داشتش، ولی مثلا یا شاید مثلا یه مقدار از اروپای اطلاعات کلی داشت، ولی نه به اون صورت یک نره. چیزی نبود که مثلا در اون سن خیلی کم سیاسی شده باشه. وقتی این رفت آلمان، یک چیزی که به اصطلاح ایشون رو به جنبه سیاسی مدار کشون، مسئله تاجگذاری رضا شاه، و خب قبلش که مثلا چند ماه قبلش هم که مثلا دیگه قاجار ساقط شد و مثلا نظام پهلوی جانشین شد، این خیلی اینها رو برانگیخت بر به مسائل فعالیت سیاسی، و اینو به عنوان یک چیز خیلی منفی میدیدن. یعنی ایشون و چند نفر از همفکران ایشون که مثلا مرتضی علوی یکیش بود، احمد اسدی یکیش بود، احمد فرهادی یکی بود، محمود پور رضا، که این 5 نفر یک به اصطلاح فرقه ای درست کردن، فرقه جمهوری انقلابی ایران. این در آلمان درست، در آلمان بله. ولی در اونجا صحبت میکنن از جریانات مشروطه و مثلا همین سوسیال دموکراسی شما صحبت میکنین، و جریانات بعد جنگ اول و بعد از جنگ اول، مثلا فرض کنید محمد طی خان پسیان، حکومتش در خراسان، که درود میفرستن بهش. یعنی آشنا بودن با اینها، ولی نتیجه‌ای که میگیرن در اون موقع این بودش که چون اینها حزب متشکلی نداشتند، به اصطلاح نتونستن به نتیجه مطلوب برسن. و اون جریاناتی که بعد از این جریان اتفاق میفته، خب یه مقداری بعد از اینکه رضا شاه قدرت رو واقعا میگیره، تمام اینا رو قلقم میکنه، سندیگاهای قلقم میکنه و اینها، و این به عنوان من فکر میکنم نوعی احیاء یک نوع
اپوزیسیون میشه گفت. آها. که منتها خب به صورت علنی واقعا بوده بیشتر کار، یعنی خب یک محفلی داشتن ایشونو که بعد مجله دنیا رو راه میندازن. درست. حالا قبلش، حالا مجله دنیا در واقع وقتی که برمیگرده به ایران راه میندازه و منتشر میکنه، قبلش که زمانی که در آلمان بود، حالا اومده آلمان و آلمان ظاهرا در دو سال اول به اصطلاح اقامتش در آلمان بیشتر تا حدود افکار ناسیونالیستی داشته. کاملا. اون شعری هم که شما میگید هم که در یکی از نشریات اون زمان چاپ میکنه که خیلی شعر به اصطلاح وطن پرستانه است در واقع، دوست از عزیز دیگه. ولی از کی گرایش به مارکسیسم پیدا کرده؟ مارکسیسم میگه بعد حواسم متوجه، یعنی یه مقداری چپ، یعنی میگه ماتریالیسم، میگه دیالکتیک، میدونین. ولی خب یعنی توی مارکسیسم مرجع تقلید وجود نداره، حتی مارکس هم مرجع تقلید نیست، چه برسه مثلا چون انگلز و لنین و غیره و زالک، میدونی. و ارانی همیشه با این دید میرفته، یعنی مثلا یک جمله خیلی مهمی داره که مثلا به لنین نقد میکنه، البته جز اسم لنین رو نمیبره، ولی میگه مثلا کتاب ماتریالیسم و آمپریو کریتیسیزم به خاطر اینکه مثلا نویسنده اون واقعا از دستاوردها و نتایج علمی اخیر آشنا نیستش، خب جوابش کافی نیست، یعنی با اون سن و سال کمش میدونیم لنین هم براش مرجع نبوده. آها. میدونین، البته خب به صورت خیلی کناری این مساله رو میگه. میدونین، بنابراین من فکر می‌کنم حدود اواسط سال 1920، یعنی دو سه سال بعد از اون، و مسائل علمی و خب آشنایی با بحث فلسفه سیاسی جدید و اینها، من فکر می‌کنم حدود 1925 اینطورا دیگه. آه. تقریبا یه استحاله فکری در ایشون شده بود. شده بود و واقعا هم استحاله بود، یعنی چون که یک چیز نسبتاً جهش به اصطلاح خیلی محسوسی بود. حالا در ایران فعالیت های سیاسی شد که شروع شد، یعنی به غیر از مجله دنیا چه کارهایی میکردن؟ چون علتی که من میپرسم اینه که در خیلی از جاها، همطور که شما خودتونم خوندین حتما میدونین، این که گویا از طرف کمونیست های آلمان بهش توصیه میشه که شما برین به ایران، و در ایران با آقای کامبخش تماس میگیره در قزوین که بتونه شروع کنن به فعالیت های کمونیستی در ایران. تا چه اندازه این درسته؟ کاملا غلطه. به نظر من اولا تحقیقات من رو نشون نمیده. ایشون وقتی که برمیگرده 5 سال اول واقعا متمرکز بوده روی فعالیت های حرفه ایش و چاپ کتاب و تدریس و اینجور چیزها. در اون زمان 5 تا تماس میگیره یا بهش میگیرن که یه مقدار به اصطلاح پیش زمینه کارهای سیاسیش بوده. که یکی از اینا با عبدالحسین دهزاد بوده که همسایه قدیمیشون بوده، با لادبون اسفندیاری که برادر کوچیک نیما یوشیج باشه، با مرتضی یزدی، با بزرگ علوی، با ایرج اسکندری، با این 5 نفر که این تقریبا، ولی 5 سال اول خیلی آروم بوده. 3 سال بعده که یه مقدار جریان خیلی جنجالی میشه، چندین بار سعی میکنن با ایشون تماس بگیرن، ایشون رد میکنه. برای اینکه اطمینان هم نداشته، مثلا رادمنش، مثلا رضا رادمنش که تابعه سیاسی داشت قبل از اینکه بره فرانسه، با ایشون تماس میگیره ایشون. یا یه خانم کمالی که مثلا در میخواست با شیرینوف که اونم یه محفل چپ داشت با اون اینا رو چیز میکنه. احمد اسدی، کسی که با خودش توی آلمان اینها اون فرقه رو به وجود آوردن، چون اون دیگه طرفدار سلطنت شده بود و اینها، میاد اینجا باهاش چیز میکنه. ولی سقرا دهزاد که به اصطلاح خانم ابوالحسین دهزاد که همسایه و دوست کوچیکش بوده، باهاش تماس میگیره و میگه یه نفر از مسکو اومده میخواد با شما صحبت بکنه. و چون این قبلا با دهزاد صحبت کرده بود و صحبتشون به پایان نرسیده بود، چون دهزاد فرار کرد رفتش روسیه چون خیلی شرایط مشکل بودش، این قبول میکنه. و این نصرالله اصلانی بوده یا کامران، که کامران یکی از کارکنان کمینترن بوده، یعنی به اصطلاح در روسیه کار میکرد، بین‌الملل کمونیستی. بله بله. و کامران بعد این رو با کامبخش در تماس میگذاره، که تماس همیشه یک طرفه بوده، ارانی هیچ وقت نمیتونسته با اون تماس بگیره چون اونا با هویت مجهول کار میکردن و مخفی بودن و غیر و اینها. و حتی وقتی کامبخش باهاش تماس میگیره، ارانی خیلی محتاطانه رفتار میکنه، چون سفری میکنه به آلمان، یه سفر دوم، یعنی سفر 1934 که جریان نازی‌ها رو به چشم خودش میده، و 1935 در تابستون 3 ماه میره اونجا میمونه. و بعد اونجا خب آلمان، شرط آلمانی که میبینه دیگه واقعا براش واضح میشه که این دیگه به طرف جنگ میره. و از یه طرف هم میبینه خب رژیم رضا شاه نزدیکی به آلمانا داره میکنه، که اون خودش بحث دیگه داره که چرا اصلا رضا شاه به این طرف رفتش. و من فکر میکنم دیگه اونجا عزمش رو جزم میکنه، و مجله دنیا رو هم درست قبل از این شروع کرده بود. اینا تمام کار خودش بود. به خاطر همین هم است که کامران وقتی باهاش تماس میگیره میگه خب مثلا بیای دنیا رو مثلا در
راستای مثلا کومینترن بندازیم یا بیان. یعنی چی؟ یعنی این کارهایی که خودش کرده و اینها اومدن خواستن این رو ازش بگیرن و استفاده بکنن. بله. حالا به هر حال این فعالیت ها منجر به دستگیریشون میشه که بعد به اون گروه 53 نفر معروف میشه. حالا توی شیوه دستگیری اینها اونطوری که شما توضیح میدید نهایتا به نظر میرسه که شما یه طورایی این رو وصف میکنین به توطئه ای از طرف کامبخش علیه ایرانی. چه شواهدی دارید؟ من فکر می‌کنم 3-4 عامل بوده کامبخش. یه عاملش بوده، عامل خیلی مهمی بوده به خاطر اینکه کامبخش فرد سیاسی نبوده. یعنی اینو باید خیلی متوجه باشیم، کامبخش مأمور سازمان جاسوسی روسیه بوده. یعنی ایلیا ژیرکولوف که بعد از انقلاب ایران خاطراتش رو نوشت، این رو 7-8 صفحه توضیح داده و اینکه چرا استالین اومد مثلا مداخله کرد که بعد از جنگات 32 سال 1948 چجوری از ایران نجاتش بدیم و غیر ذالک. ببینید بنابراین کامبخش خب هدفش هم وقتی که با ایرانی تماس گرفت هدفش این بود که اون شبکه ایرانی رو ازش بگیره، اون روشنفکران جوانایی که دور و بر این بودن بگیره و اونها رو حالا به عنوان خبرکش هر چیز و ایرانی رو از جریان اوت بکنه، حتی حذفش بکنه. چون مموهایی هستش از کومینترن که میگن خب ایرانی کجاست، چون از روسیه رد شده بوده، ببینید دنبالش بودن. ولی خب برای چی باید این کارو بکنه آقای جلالی؟ به دلیل اینکه تو اون وانفسایی که روشنفکر، اونم روشنفکری که گرایش چپ داره، واقعا کیمیاست. اون وقت مثلا اینها یک شخصی مثل ایرانی و با اون موقعیت و با اون هوشش چطور میخوان حذفش کنه؟ برای چی میخوان حذفش کنه؟ چپ مستقل رو دوست نداشت کومینترن. میدونین مستقل، اون مسئله مستقل بودن خیلی براشون باید مطیع باشه. یعنی کومینترن، یعنی انترناسیونال سوم، تو کنگره دومش 1920 اصلا از لنین شروع میشه که یک 21 اصل داره که اصل 16 اصل اطاعته. یعنی شما اگر از کومینترن باشین و این سرا صدر کومینترن یه تصمیمی شما باید اجرا بکنید، در قبالش به شما امکانات میدیم، به شما پول میدیم، به شما چیزهای دیگه میدیم، ولی باید تابع باشید. میدونید این خیلی اصل خیلی مهمی بوده. ولی کامبخش هم نیومد به دست خودش بره ایشون رو لو بده. کامبخش تو تله پلیس افتاد. خب حالا این بحثی هست که تو تله، همونطور شما گفتین تله پلیس افتاد و اعترافات میکنه. تون اعترافاتش میتونه زیر فشار بوده باشه و اعترافات کرده، کما اینکه گویا در نامه‌ای که به کومینترن مینویسه به هر حال توضیح میده راجع به اعترافاتی که کرده و این کارا رو کرده. بله. ولی و لزوما توطئه‌ای برای این نباشه که بخوان ایرانی رو حذف بکنن. از قبلش من میگم چند تا ممو هست که آقای خسرو شاکری در مورد از چیزای کومینترن که میگم دنبال ایرانی بودن. این اول کامران یک کومینترن یک ممو مینویسه که میگه خب این ایرانی آدم بدی نیست، میتونیم ازش استفاده کنیم. 6 ماه بعد اوربلیانی یک کارگزار دیگه کومینترن نامینویسه، میگه نه این آدم زیاد قابل اطمینانی نیست، بورژواست، پدرش ملاک بوده فلان و اینها. و بعد یه مده مموی دیگه میاد که در جواب یه مموی، یعنی یه مموی چهارمی میاد که در جواب مموی سوم، که ما سومی رو نداریم، ولی چهارمی میگه که نه دیگه ایرانی اینجا نیستش. و اون زمان تصویر استالینی بوده. یعنی یه مقداری بعید میاد که اینها هم به اصطلاح نمیخواستن این رو یه جوری دکش کنن. ولی شکل بزرگتر مثلا نگاه بکنیم، به اصطلاح سرپاس مختار که به اصطلاح رئیس سازمان امنیت رضا شاه بوده، خیلی تلاش داشته یک به اصطلاح یک کیس خیلی بزرگی رو ارائه بده که بگه من یک کشف بزرگ، یک توطئه‌ای بوده، من اینو کشف کردم و خودش رو مهمتر از همه جلوه بده. خب به خود رضا شاه مستقیم گزارش میداده. درسته. و میخواست یه مقداری مثلا با محمد حسین آیرن که قبل از این مثلا مسئول رضا شاه بود فرار کرده بود به آلمان مثلا رقابت بکنه. اون انگیزه های اونجوری هم بود که مثلا واقعا 53 نفرش از 13 نفرشون تو کار سیاسی بودن. درسته. یعنی یک چهارمشون. میدونی خب حالا ایرانی به هر حال اعلام رسمی این بود که در زندان به علت بیماری تیفوس مرد. آیا واقعا اینجور بود یا اینکه کشته شد؟ ولی شواهدی که هستش اینه که زجر کشش کردن، یعنی عمدن به مرگ بردنش. حالا اینکه تیر خلاص اونجوری نزدن، بزرگ علوی مثلا خودش میگه نه، میگه قصد کشتش رو داشتن. میدونی ولی ما مثلا از درمانگاه، از پزشکا، از زندانهایی هستن، مثلا فرض کنید عبدالکریم بلوچ یا زین العابدین کاشانی که میگه مثلا ما میشنیدیم این داره زجه میکشه، مثلا غذا میخواد، دوا میخواد، نوش نمیره. یا مثلا یه دکتر حسین معاون مثلا میگه به دکتر میگه خب اینو ببریم درمانگاه، بعد میگه نه نیرومند گفته اصلا این ایرانی آدم سرسختی است، حرفاش هم پایین نیومده، هیچ هم ما
هیچ کمکی بهش نمی کنیم. خب اینها و بعد سید احمد امامی که از همکلاسیاش بوده توی آلمان، خب پزشک بوده و اینها، وقتی که جسدش رو تحویل خانواده میدن یه لکه‌های سیاه داشته و یعنی معلوم بوده که یک نوع به اصطلاح یک deliberate negligence الا اگر چی بخوایم اسمش رو بذاریم، یعنی عمدن این رو به اون به اصطلاح به و این در سیستم رضا شاه کم سابقه نیست. میدونین مثلا تیمورتاش هم با سم کشتن، نمیدونم خود فرخی عزیزی هم که فرخی عزیزی، یعنی واقعا هیچ وقت حکم اعدام نمیدادن در واقع، ولی اگر میدیدن که این شخص رو نمیخوان، دشمنشون محسوب میکنن، از بین میبردن. خب حالا چه ارثی به جا گذاشته ایرانی به نظر شما؟ حالا من فکر میکنم اون تفکرش، میدونید یعنی به اصطلاح شیوه تفکر اینه که میگه ما باید همیشه، یعنی یک فرضیه کلی داره، میگه به طور کلی فلسفه دیگه منسوخ شده، یعنی اون زمانه قدیم هر چیزی که الهیات نبود میگفتن فلسفه، ولی از فلسفه حالا علمای مثلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی، جامعه شناسی، تمام این چیزا جدا شده و توی هر کدوم از اینها ما واقعا یک دید خیلی غنی‌تری پیدا می‌کنیم از کارکرد طبیعت و از کارکرد اجتماع و روابط اجتماعی و این رو خیلی به صورت خیلی زیبا و غنی و بدون هیچ نوع دوگم و فرمول بندی‌های خیلی خشک که مثلا این جامعه اینجوری پس اینجوری خواهد شد. و یه حرف خیلی مهمی که ایرانی در این رابطه میزنه درباره مدرنیسم، مدرنیسم حیاتی مماتی، یعنی اگزیستانسیال، یعنی از زیر ما باید بریم، هیچ راهی نداریم من که ما بریم علم رو یاد بگیریم، تکنولوژی رو یاد بگیریم، در صنعت به کار ببریم، اقتصادمون رو در اون جهت ببریم، هیچ راه دیگه ای نیست. میدونین و این دورنما رو خیلی قشنگ به اصطلاح چیز میکنه و این برای آینده گذاشته. بله بله من فکر کنم. خیلی متشکرم آقای یونس جلالی از شرکتتون در برنامه. ممنونم از شما. متشکرم.